سلام با خبرهای این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 29 ماه سنبوله سال 1392 هجری خورشیدی و 20 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. دومین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی، تأکید مجدد عبدالرب رسول سیاف بر حرام بودن حمله های انتحاری، آمادگی روسیه برای تجهیز نظامیان افغان، برقراری آتش بس خواست حکومت سوریه در نشست ژنو، و اثر بد تیرگی روابط پاکستان با غرب بر بازرگانان افغان. مشروع خبرها. از دومین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین و رئیس پیشین شورای عالی صلح، امروز در مراسم در کابل یادبود شد. در این مراسم رئیس جمهور کرزی بار دیگر بر ادامه تلاش‌ها برای گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت تاکید کرد. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح و عطا محمد نور والی بلخ چگونگی پیگیری پرونده های کشته شدن برهان الدین ربانی و دیگر رهبران جهاد را سوی حکومت انتقاد می کنند. کریم امینی گزارش می دهد. سخن نخست گفتن از برهان الدین ربانی است، رئیس جمهور پیشین. از کارنامه هایش می گویند، از دانش و آرمان هایش برای آینده کشور، آرمان هایی که حکومت خود معترف بر دست نیافتن به آنها پس از کشته شدن اوست، تأمین صلح و برقراری ثبات در کشور. استاد شهید ما در افغانستان صلح می‌خواستند. به طرف صلح باید بکوشیم. هدف دیگرشان ثبات و ترقی افغانستان بود. که به او هم راه دراز را پیمودیم، انشاءالله به زودی کاملا می‌رسیم. البته در رأس اهدافشان استقلال افغانستان بود که به او جهاد کردن و مبارزه کردند و مقاومت کردند. به او رسیدیم و باید پختش کنیم و تهدابش محکم کنیم. ناکامی حکومت هم در پیگیری پرونده برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری پیشین کشور، و ردیابی نشدن عاملان قتل‌های زنجیره‌ای رهبران جهادی، انتقاد درجه یک خانواده آقای ربانی و سران جهادی است. ما در این دو سال پسین در مجالس و مجامع داخلی و بین المللی تاکید بر این داشتیم که باید نهادهای مسئول پرونده ترورهای زنجیره‌ای را، به ویژه پرونده ترور رهبر جهاد و مقاومت را پیگیری کند. اما معلوم می شود که این نهادها یا توان این کار را ندارند و یا اراده سیاسی برای دنبال کردن آن وجود ندارد. یادآوری می کنم که این پرونده ها قضایای بزرگ ملی اند و با گذر زمان و تغییر دولت ها فراموش شدنی نیستند. نشست رنگ و بوی دیگری هم به خودش می گیرد. برگزاری انتخابات در کشور، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور یگانه گزینه برای انتقال مشروع قدرت سیاسی پنداشته می شود. بسیاری ها بدین باورند که اگر انتخابات به هر دلیلی برگزار نشود و یا هم در انتخابات دستبرد شود، بحران های تلخ گذشته یک بار دیگر به آزمون گرفته خواهند شد و هر گونه اشتباه حکومت در برابر انتخابات را جبران ناپذیر می دانند. تلاش خیش را در این راستا معطوف کرده ایم که انتخابات و انتقال قدرت در کشور در فضای صلح‌آمیز، شفاف و عاری از هر گونه تقلب و خشونت به انجام برسد و مردم افغانستان بار دیگر دور باطل کشمکش‌های خونین قدرت، تقلب‌کاری‌ها، بی‌اعتمادی‌ها و بحران‌های ناشی از آن را تجربه نکنند. برهان الدین ربانی دو سال پیش در 29 ماه سنبله در خانه‌اش از سوی یک مرد انتحار کننده که خودش را پیک از سوی طالبان برای گفتگوهای صلح معرفی کرده بود کشته شد. مرد انتحار کننده مواد انفجاری را در عمامه‌اش جاسازی کرده بود. عبدالرب رسول سیاف بار دیگر حمله های انتحاری را حرام می داند. بس تمامی عالمان جهان اسلام می خواهد که اگر درباره جایز بودن این حمله ها دلیل دارند ارائه کنند.
آقای سیاف میگوید که دین اسلام قطعا به هیچ کس اجازه حمله بر رهبران مسلمان و در کشورهای اسلامی را نمیدهد. از سوی هم وی هشدار میدهد که اگر قدرت سیاسی به گونه مسالمت آمیز انتقال نیابد، میلیون ها افغان سرکش خواهند شد و به کوه ها خواهند رفت. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. عبدالرب رسول سیاف یکی از چهره های جهادی کشور یک بار دیگر حمله های انتحاری را در کشور حرام میداند و به تمامی عالمان دینی جهان اسلام چلنج میدهد که در این باره یک دلیل ضعیفی اگر هم دارند ارائه کنند. یک چلنج پارسال داده بودم، گفته بودم انتحاری نارواس حرام است، تا حالا جوابش نگرفتیم و این چلنج باز است، باز است. در تمام عالم اسلام از اندونزیا گرفته تا المغرب یک فرد پیدا شوه، یک دلیل ضعیف برای ما نشان بده که خروج مسلحانه در برابر همین مرد جواز داره، قطعا پیدا کرده نمیتونه. آقای سیاف می افزاید کسانی که حمله های انتحاری را در برابر مسلمانان سازماندهی می کنند می دانند که حمله کنندگان انتحاری در آتش جهنم می سوزند. وی تأکید می ورزد که هرگاه برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین کشور قدرت را به گونه مسالمت آمیز به رئیس جمهور کرزی نمی سپرد، تمامی اعضای جبهه مقاومت باغی یا سرکش می شدند. اگر خدا نخواسته، خدا نخواسته، امی از کولاب صدا میکرد که من تیر هستم، امی از فاریاب صدا میکرد، از شارقه صدا میکرد که من تیر هستم. خو امی ما اهل مقاومت کلی ما باغیا بودیم، منی از یک سر باغی بودیم. چرا مشروعیت را اگر او تنازل میکرد، اگر او تنازل میکرد، ما همه ما در جمع باغیا بودیم. آقای سیاف به زعیم آینده کشور چنین هشدار می دهد. خداوند برای ما شما در آینده هم زعامت را نصیب کنه که امانت را حفظ بکنه. این امانت را حفظ بکنه، اگر حفظ نکنه میلیون ها افغانی که در اینجا زندگی می کنه، میلیون ها افغان، و اگر یک دفعه یک کس بگوید که من تیر، اینمی میلیون ها افغانی که نه در فکر تسلیم شدن هستن، نه در فکر برآمدن از این خاک هستن، به صفت باقیاد ای کوه و دشتا خواهد گشت. با این همه آقای سیاف از حکومت و مردم افغانستان خواهان مبارزه جدی با فساد و فحشا شده است. این رهبر جهادی میگوید که هرگاه مبارزه جدی با این پدیده ها صورت نگیرد، فساد و فحشا افغانستان را سرنگون خواهد ساخت. عبدالرب رسول سیاف همواره کارکردها به ویژه حمله های انتحاری طالبان را نکوهش می کند و آن را آرام و مغایر آموزه های دین اسلام می داند. وی می گوید هرچند کسانی در تماس های تلفنی به گونه تهدیدآمیز از وی خواستند که در برابر طالبان چنین سخت نگوید، ورنه با بهای جانش تمام خواهد شد، اما وی تاکید می ورزد که نابود باد عالمی که از بیان حق خودداری کند. روسیه آماده تجهیز نیروهای افغانستان است. سفیر روسیه در کابل در یک گفتگوی ویژه با تولونیوز تجهیز نشدن نیروهای افغانستان را در 11 سال گذشته از سوی جامعه جهانی انتقاد می کند و یکی از علتهای ناکامی جامعه جهانی را در پیکار با هراس افغانی تجهیز نشدن نظامیان افغان می گوید. در همین حال این دیپلمات روسی درباره ایجاد پایگاه های نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان ابراز نگرانی میکند. صالح سعادت گزارش میدهد. سفیر روسیه در کابل تلاش های جامعه جهانی را در افغانستان در کار مبارزه با هراس افغانی قناعت بخش نمیداند و میگوید در حالی که 12 سال از نبرد نیروهای خارجی در برابر هراس افغانان میگذرد، اما نوز هم تهدیدهای گروه های هراس افغان پایان نیافتند. با باور او در حال حاضر دیده می شود همه روزه مردم بیگناه افغانستان در نتیجه فعالیت های گروه های هراس افغان کشته می شوند. این مقام روسی یکی از علت های فعالیت های گسترده هراس افغانان را در افغانستان به تجهیز نشدن نظامیان افغان نسبت می دهد. دلایل زیاد وجود دارد، اما یک دلیل مهم نپرداختن به تقویت نیروهای افغان و فراموش نمودن تجهیز نیروها بود. و در سالهای گذشته ما در مورد اهمیت نیروهای امنیتی قوی افغانستان شنیدیم و کارهای هم در این مورد صورت گرفت، اما در حقیقت کافی نبود
و هنوز هم نیروهای امنیتی تجهیزات سنگین و هواپیما ندارند و اگر به این موارد جهت تقویت ارتش و پلیس توجه میشد این نیروها امروز قوی می بودند و این چیزی است که من میگویم جامعه جهانی باید در جهت تقویت نیروها بکوشند و روسیه نیز در جهت تقویت نیروهای امنیتی مانند تجهیز و آموزش آماده است و تلاش لازم را انجام می دهد و آماده ادامه این راه است. این دیپلمات روسی هرچند حضور سربازان خارجی را در افغانستان پس از سال 2014 میلادی یک نیاز می داند، اما می گوید که حضور این نیروها نیاز به برنامه روشن شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد. من فکر می کنم موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان با شمول نیروهای آمریکایی باید بر اساس برنامه شورای امنیت سازمان ملل صورت گیرد و ما نیز حمایت می کنیم و قبل از خروج نیز باید کارهایی از پیش تعیین شده جامعه جهانی باید مورد ارزیابی قرار گیرد. پس این چیزی است که ما برخلاف آن نیستیم و در مورد پایگاه‌های درازمدت خارجی باید گفت که ما توضیحات لازم را می‌خواهیم و می‌خواهیم بدانیم که چرا پایگاه درازمدت و این نیاز به شفافیت دارد و از سوی دیگر مسئله حضور نیروهای خارجی در کشور نیاز به سلسله قواعد شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد. سفیر روسیه در کابل نقش پاکستان و ایران را در گفتگوهای صلح با طالبان اثرگذار می‌داند و می‌گوید که روند گفتگوهای صلح نباید تنها محدود به گروه طالبان و حکومت افغانستان باشد، بل نیاز است تا تمامی گروه‌های سیاسی در این روند دخیل باشند تا صلح و ثبات همیشگی در افغانستان به میان آید. وزارت امور داخله از فرستادن یک هیئت برای بررسی رویداد ولسوالی وردوج ولایت بدخشان خبر می دهد. این وزارت می گوید که دیروز در کمین طالبان در ولسوالی وردوج 18 پلیس ملی کشته شدند و 13 پلیس دیگر زخم برداشتند. اما یک عضو شورای ولایتی و کمیته صلح بدخشان می گوید که در این رویداد بیش از 40 پلیس کشته و زخمی شدند و طالبان 6 پلیس دیگر را با خود بردند. 3 روز پیش از این رویداد مقام های نظامی افغانستان از پاکسازی این ولسوالی از وجود طالبان سخن گفتند. صالح سادات گزارش می دهد. ولسوالی وردوج بدخشان یک بار دیگر گواه نامنی ها. درست پس از 3 روز از اعلام پاکسازی این ولسوالی از وجود طالبان، شماره از افسران پلیس ملی در این رویداد با کمین طالبان روبرو می شوند که در نتیجه این رویداد شمار از این نیروها کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخله با تایید این خبر از فرستادن هیئت برای بررسی این رویداد به این ولسوالی خبر می دهد. روز گذشته در برگشت از ماموریت تعدادی از پلیس ملی ما با مخالفین مسلح مواجه می شوند و متاسفانه در درگیری که با مخالفین صورت می گیرد تعداد 18 تن از پلیس ما به شهادت می رسد و 13 تن دیگر زخمی می شوند. آقای داوودزی سرپرست وزارت امور داخله کمیسیون را موظف ساخته، کمیسیون به ولسوالی وردوج اعزام کرده تا این حادثه را مکمل بررسی بکنند. شمار از نمایندگان بدخشان در مجلس تلفات پلیس ملی را در این رویداد بیش از 20 تن می‌دانند و یکی از علت‌های این رویداد را نبود هماهنگی لازم میان نهادهای امنیتی و موجودیت جنگ‌افزارها در محل می‌دانند. نبود پلان دقیق برای عملیات در ولسوالی وردوج و مجموعا در کل بدخشان، نبود قدرت دفاعی پس از عملیات، عملیات های بدون هماهنگی و موجودیت بیش از حد سلاح در منطقه، اینا از جمله عوامل هستند که بیشتر به گسترش تشنجات در ولسوالی وردوج شده و در نتیجه تعداد از افسرهای پلیس روز گذشته شهید شدند. یک عضو شورای ولایتی و عضو کمیته صلح بدخشان تلفات پلیس ملی را در این رویداد بیشتر از آنچه که از سوی وزارت امور داخله گزارش شده است میداند و میگوید که تهدیدها هنوز هم از سوی طالبان در این ولسوالی وجود دارند. اطلاعات دقیقی را که از مراجع اطلاعاتی ما در بدخشان به دست داریم، 24 نفر از هموطنهای عزیز را که اکثرا صاحب منصبای دولت جمهوری اسلامی افغانستان بودند به شهادت رسیده، 19 نفر زخمی داریم، 6 نفر امین و کنون اسیر در نزد طالبان داریم و 6 رنجر که 2 هم مربوط نظمی عامه و 4 مربوط قوای سرحدی می باشه حریق داریم، 1 تانک و 1 انترنشنال به دست دشمن افتید و اونجا کاملا حریق شدند.
ولسوالی وردوج بدخشان از ولسوالی های ناامن بدخشان است که فعالیت های طالبان را در این ولایت بیشتر گوا بوده است. این دومین کمین خونین طالبان در برابر نیروهای امنیتی در روزهای اخیر است. پیش از این در حدود 3 ماه پیش در یک کمین طالبان 16 سرباز ارتش ملی به اسارت این گروه در آمدند. ادامه خبرها. حکومت سوریه می گوید که جنگ داخلی این کشور به مرحله رسیده است که هیچ طرف توان پیروزی در این جنگ را ندارد. معاون نخست وزیر سوریه می گوید که حکومت این کشور در گفتگوهای ژنو از مخالفان مسلحش خواهان آتش بس خواهد شد. از سوی دیگر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید که برای جلوگیری از حمله نظامی بر حکومت سوریه تصویب قطعنامه از بین بردن جنگ‌افزارهای کیمیایی سوریه از سوی شورای امنیت سازمان ملل حتمی است. جان کری هشدار می‌دهد که فرصت اندک است و شورای امنیت باید هفته آینده روی این قطعنامه گفتگوها را آغاز کند. الله اکبر! پس از تهدیدهای نظامی مکرر ایالات متحده آمریکا در برابر حکومت سوریه، اکنون به نظر می رسد که بحران روان سوریه و مسئله جنگ‌افزارهای کیمیایی این کشور از راه گفتگوهای سیاسی حل شدنی است. قدری جمیل معاون نخست وزیر سوریه به روز جمعه در مصاحبه با یک روزنامه بریتانیایی می گوید که جنگ داخلی سوریه به بن‌بست رسیده است و حکومت آماده است تا آتش بس را در این جنگ بپذیرد. معاون نخست وزیر سوریه می افزاید که نه جنگجویان مخالف و نه هم حکومت سوریه توانایی شکست یک دیگر را ندارند، در حالی که این جنگ از 2 سال به این سو ادامه دارد و بیش از 100,000 کشته بر جا گذاشته است. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا میگوید که برای جلوگیری از حمله نظامی در برابر حکومت سوریه، شورای امنیت سازمان ملل باید قطعنامه ای از بین بردن جنگ افزارهای کیمیایی در سوریه را هر چه زودتر تصویب کند. شورای امنیت سازمان ملل باید خود را برای گرفتن یک تصمیم نهایی در هفته آینده آماده بسازد. این برای جامعه جهانی بسیار مهم است تا در راستای از میان برداشتن جنگ افزارهای کیمیایی سوریه یک اقدام عملی و جدی را روی دست گیرد. با گذشت بیش از 2 سال از آغاز جنگ داخلی در سوریه، این نخستین بار است که یک مقام بلندپایه حکومتی این کشور از امکان توافق حکومت و مخالفان با آتش بس و منظور ایجاد شرایط مناسب برای حل مسالمت آمیز بحران روان در این کشور سخن میزند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته های اخیر رئیس جمهور ایران را یک گام مثبت در راستای اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای این کشور میداند. هرچند جان کری اظهارات اخیر آقای روحانی را خوب میگوید، اما تاکید میورزد که انجام هر کار نیاز به اقدام دارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش از این گفته است که کشورش هیچگاه دست به ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای نخواهد زد. و این هم چند خبر اقتصادی. پاکستان همواره با به میان آمدن مشکلات سیاسی در روابطش با غرب بر افغانستان فشار اقتصادی وارد می کند. اتاق تجارت و صنایع می گوید پاکستان برای جلوگیری از فشارهای غرب بر این کشور دست به اقدامات تازه در بخش تجارت و ترانزیت با افغانستان زده است. این نهاد می گوید به تازگی این کشور مشکلات را فراراه کالاهای وارداتی به میان آورده است و این کار سبب متوقف ماندن شمار از موترهای مواد خوراکه در پشاور شده است. ذبیح الله جهانمل گزارش می دهد. مسئولان وزارت تجارت و صنایع می گویند راه بهیره سیاه که قرار است ترانزیت کالاهای بازرگانی افغانستان نیز از این راه به اروپا آغاز شوند، با گذشتن از راه ترکمنستان، بهیره کسپیان، آذربایجان و بهیره سیاه به بازارهای اروپا می رسد. مسئولان این وزارت می گویند بررسی های اولیه نشان دادند که این راه برای کالاهای بازرگانی افغانستان کم هزینه و کوتاه است. آذربایجان تا او بیا جورجیا تا او جورجیا د لارې نتورې بهیرې ته منګه وزو. دغه یو لارې منګه ریسرچ کړی دی چې د افغانستان که د اروپایی بازارونو ته رسی نږدې ترینه لاره ده.
مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند راه بهیره ایسیا بزرگترین راه ترانزیتی میان کشورهای آسیایی میانه و اروپا است و با توجه به اینکه افغانستان روند حمل و نقل کالاها را در چارچوب سازمان جهانی جاده آغاز کرده است، کالاهای بازرگانی با شرایط آسان به بازارهای جهان خواهند رسید. و ایران باید خدمات لازم و معیاری را در بندر چابهار ارائه کند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع با توجه به علاقه‌مندی بازرگانان افغان برای کارگیری از راه چابهار ایران میگویند این کشور باید با ساخت زیربناها در بندر چابهار خدمات معیاری بندری را ارائه کند. از سوی هم مسئولان این اتاق میگویند اگر ایران برای ساخت زیربناها در بندر چابهار اقدام کند، بازرگانان افغان حاضرند که هرچی زودتر حمل و نقل کالاهایشان را از این بندر بیشتر سازند. بیننده های گرامی، برای ارائه رویدادهای ورزشی همکارم سمیر رسا اینجا در استودیو حضور یافته. آقای رسا، سلام دوستان، این هم چند رویداد ورزشی. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن، تیم فوتبال شاهین آسمایی 2-0 میوان اتلان را شکست داد. در این دیدار برای شاهین آسمایی دو بازیکن تیم ملی حشمت الله بارکزای در دقیقه 54 و امیرالدین شریفی در دقیقه 86 به ثمر رساندند تا میوان اتلان را از ادامه رقابت‌ها حذف کنند. نیمه اولین بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. در این دیدار 13 خطا شاهین آسمایی انجام داد و 9 خطا هم دمیوان اتلان. 61% توپ را شاهین آسمایی در اختیار داشت و 39% توپ را دمیوان اتلان. 27 شوت شاهین آسمایی انجام داد و 10 شوت دمیوان اتلان. در نیمه دوم در دقیقه 52 یک تعویض شاهین آسمایی انجام داد. زین الدین جایش را به روح الله نجفی داد و یک دقیقه بعدتر دمیوان اتلان تعویض انجام داد. محمد زیدان با پیراهن شماره 12 به جای برای یوسفزای وارد میدان شد. اما تعویض شاهین آسمایی موثرتر از دمیوان اتلان بود. تنها یک دقیقه بعدتر مقصود هاشمی بازیکن شماره 7 شاهین آسمایی با پاسی که به حشمت الله بارکزای بازیکن با پیراهن شماره 10 داد، بارکزای عضو تیم ملی هم از سمت چپ با پای چپ کار را یکسره کرد و نخستین گل بازی را وارد دروازه قدرت الله خاکسار کرد. تنها 2 دقیقه بعدتر یک فرصت دیگر برای حشمت الله بارکزای به دست آمد، اما ضربه اش را با وجودی که آهسته زد خاکسار نتوانست یک بار بگیرد و در نتیجه با سمیولا برخورد کرد. تعویض دوم در دقیقه 82 برای دمیوان اتلان، میرویس به جای جوبل وارد میدان شد، اما این تعویض هم جایی را نگرفت. امیرالدین شریفی با پیراهن شماره 9 دیگر بازیکن تیم ملی در دقیقه 86 با پای چپ دومین گل شاهین آسمایی را به ثمر رساند. هنوز شادی گل دوم شاهین آسمایی تمام نشده بود که محمد زیدان بازیکن دمیوان اتلان یک فرصت تک به تک با دروازه‌بان شاهین آسمایی را به دست آورد، اما با بسیار سادگی این فرصت را از دست داد تا دمیوان اتلان در 3 بازی 3 شکست و با بدون امتیاز از نامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن خدافیزی کند. ملی ټوم د لوبغړو بریا هم په دوی باندې اغیز کړی دی او دوی اوس لا نور مسول شوی دی. در پایان هم حشمت الله بارکزای از شاهین آسمایی با عنوان بهترین بازیکن میدان شناخته شد. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان میکند. فردا کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 16. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 25. و سرانجام شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 18. این بود خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.